بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. پس از وقفه 10 ساله با رایزنی و چانه‌زنی‌های مقامات تهران و ریاض، حج عمره برای ایرانیان از سر گرفته شد. گفتنی است از سرگیری عمره برای ایرانیان در راستای از سرگیری روابط دو جانبه ایران و عربستان پس از رایزنی‌ها و هماهنگی‌های لازم با نهادهای حج عربستان و امضای تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای مرتبط با این موضوع است. سازمان جهانی بهداشت از حمله تانک‌های ارتش اسرائیل به سمت ناوگان امدادی در غزه خبر داد. در همین راستا تدروس آدهانوم رئیس سازمان جهانی بهداشت در این باره در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: شنبه گذشته زمانی که کاروان امدادی سازمان جهانی بهداشت از مأموریت خود از شمال غزه به ایست بازرسی رسیده و از آن خروج کرد، ناگهان با دو تانک ارتش اسرائیل مواجه شد. در ادامه این پیام آمده است که این تانک ها اقدام به شلیک به سمت کاروان امدادی سازمان جهانی بهداشت کردند و تگ این حادثه خوشبختانه به کسی آسیبی وارد نشد. با این حال چون این اقداماتی غیر قابل پذیرش است. سازمان بین‌المللی حفاظت از کودکان و ده‌ها شخصیت و سازمان‌های حامی کودکان می‌گویند همه ساله 1 میلیارد کودک در سراسر جهان قربانی اعمال خشونت‌آمیز می‌شوند. این سازمان‌ها از رهبران جهان خواستند برای حفاظت از کودکان قاطعانه اقدام کنند. سازمان بین‌المللی حفاظت از کودکان و بیش از 30 نهاد و شخصیت دیگر نامه‌های سرگشاده‌ای را به رهبران جهان منتشر کردند. پنج تن از شیعیان پاکستان در شمال غرب این کشور به شهادت رسیدند. گروه سنی‌های تندرو و تروریست داعش با صدور بیانیه از جنایت جدید خود علیه شیعیان پاکستان خبر دادند.